سخن سیوم با سلام و درود و احترام به تمام فارسی زبانها در جهان و سپاس از رادیوی اسرائیل. تمام مورخینی که درباره خاندان قاجار تحقیق و بررسی کردند، چه اونهایی که موافق سلطنت قاجارها بودند، چه کسانی که فرو افتادن قاجارها را جشن گرفتم، در یک امر اتفاق نظر داشتم و آن این بود که در آخرین روزهای سلطنت قاجارها هیچ نقطه آرام و امنی در ایران وجود نداشت، بلکه سراسر کشور را بلوا و آشوب فرا گرفته بود و مانند امروز که آخوندیست بر کشور ما مسلط شده اند، فقر و سیاه روزی مردم را از پای در می آورد. روزگار سیاهی بود. مردم ایران در هیچ نقطه از وطنشان امنیت نداشتند. دولت به فکر فروش مملکت بود و حاکمیت به فکر جمع آوری ثروت. میرزا کوچک خان که روزی خودش آخوند بود و بعدها با کمونیست ها همراه و رفیق شد، رفت به گیلان و با همراهی مشتی آشوبگر که خودشان را بلشویک می نامیدن سراسر منطقه را به آشوب کشید. وزیر سلطه مشتی بی وطن قرار داد و خود را رئیس جمهور شوروی ایران معرفی می کرد و لاهیجان را هم مرکز حکومت خودش قرار داد و مانع از آن بود که قوای دولتی ایران به آن سرزمین وارد بشود. جالب آن بود او دولتی برپا کرد که در همان روز آقای پیشوری که روزگاری آذربایجان را به سرزمین بلشویسم تبدیل کرد وزیر خارجه دولت میرزا کوچک خان بود. اقبال السلطنه ماکویی با کمک روسها در ماکوی آذربایجان به تاخت و تاز پرداخت و سراسر منطقه را در اختیار خود و سواران مسلحی گرفت که جز آشوب و غارت و تجاوز به زنان و دختران منطقه هیچ نمی‌شناختند. ژاندارم‌های ایرانی را که در محل بودند سر می‌بریدند و در کمال بیرحمی و قساوت بسیاری از اموال مردم را مصادره می‌کردند و کار زشتی را هم که از عرب‌ها یاد گرفته بودند، آن که دخترها و زنها را به اسارت می‌بردند و مردم بیپناه که خواستار آرامش زندگی بودند ناگزیر از اطاعت آنها می‌شدند. دولت هم اصلاً قادر به مقابله نبود. در نتیجه مردم زیر فشار مشتی غارتگر یا ناچار بودند با آنها هم دست و همراه بشوند، یا آنکه در به روی خودشان ببندند و با فقر و نکبت و گرسنگی به سر ببرند و بسیاری از جوانترها هم از کشور فرار میکردند. اسماعیل خان سمیتقو که به ستمگری و خشونت بی حد مشهور بود، در غرب آذربایجان به چپاول و غارت و کشتار بیرحمانه میپرداخت. بارها به دسته های ژاندارم یا پاسبان های حافظ شهرها حمله برد، برای ایجاد ترس بین مردم سر اونها رو می برید و به درخت های شهر آویزان می کرد. دام ها، محصول زراعت و ثروت مردم منطقه را به یغما می برد و در کمال قدرت زندگی مرفعی داشت. ایلات شکاک کردستان، ایلات لرستان وقتی متوجه شدند که دولت ایران قادر به حفظ امنیت مردم نیست، دست به یاغیگری زدند. مردم کردستان و لرستان از ترس حمله های شبانه تفنگچی های آنها خواب راحت نداشتند، زیرا اغلب نیمه شبها سر می رسیدند و دست به ایلغار و کشتار و تجاوز به زنها می گذاشتند و صبح به کوهستان ها فرار می کردند. ترکمن ها در گرگان و ایلات هزاره در نوار مرزی شمال خراسان و سیستان همه دستگاه های دولتی را از بین برده بودند و همه چیز رو تحت کنترل خودشون درآورده بودند.
به گونه ای که فقط گلوله تفنگ و خشونت و بیرحمی حرف اول و آخر را می زد. استان فارس و کرمان و بلوچستان و مکران در اختیار پلیس جنوب، یعنی زیر نظر فرماندهی افسران انگلیسی بود و ماموران دولتی ایران مطلقا حق ورود به آن نواحی را نداشتند. به همین جهت دوست محمد خان بلوچ با دستیاری ماموران انگلیسی خود را فرمان فرمای سیستان و بلوچستان میشناخت و در کمال قدرت تاخت و تاز میکرد. شیخ خزعل در خوزستان با همراهی ماموران انگلیسی یک ملوک و طوائفی قدرتمند ایجاد کرده بود و مطلقا حکومت ایران را به رسمیت نمی‌شناخت. نامی از ایران در سراسر آن منطقه به گوش نمی‌رسید و انگلستان با خزعل قراردادی امضا کرده بود که خاندان او را در مقابل دولت ایران حفاظت نماید و مانع از هر گونه تجاوزی از ناحیه دولت ایران به سرزمین خوزستان بشود. خرمشهر امروز نامش محمره بود و پایتخت حکومت خزعلها. تنها تفنگچی های خزعل اجازه قایقرانی در سواحل خلیج فارس را داشتند. قشقایی ها، ایلات ممسنی و درشوری و دشتی و بویر احمدی در نقاط مرکزی شهر مأموران دولتی را خل صلاح می کردند، به غارت مردم می پرداختند و ضمن چپاول محصولات و دام زنان و دختران را نیمه شبها از خانه هایشان می رو بودند و هیچ مرجعی هم نبود که به داد مردم بیچاره برسد. کلونل محمد طی‌خان بسیان که از بیحالی و عدم احاطه دولت بر کشور عصبانی شده بود، عاقبت در استان خراسان ریاست جمهوری اعلام کرد و بعد هم ارتش روسیه سراسر آذربایجان رو تا نزدیک قزوین و پل منجیل، یعنی پشت گوش پایتخت ایران، رو زیر فرمان خود نگاه داشت و با همدستی شورشیانی که شهرهای شمال رو در اشغال داشتند هر لحظه پایتخت رو تهدید میکرد. بلشویک ها به پشتگرمی روس ها میخواستن سراسر آن منطقه را از ایران جدا کنند و یک حکومت کمونیستی برپا نمایند و ارتش انگلیس هم نواحی خراسان و مرز افغانستان و عراق و هندوستان را تحت سلطه خود داشت و اصلاً از وجود و حضور دولت و ارتش ایران در آن ناحیه هیچ خبری نبود. از تهران تا منجیل هم زیر فرمان نظامی های انگلیسی بود تا به اصطلاح از هجوم بلشویک ها به جنوب ایران ممانعت نمایند. در چنین هنگامه ای دولت انگلستان و روس ها برای تقسیم ایران با هم قراردادی را تنظیم کرده بودند و چون دولت معظم پادشاهی قاجارها از اداره کشور به کلی عاجز بود و قدرت پرداخت ضروری ترین هزینه ها، یعنی حتی حقوق کارکنان دولت را هم نداشت و تنها با پرداخت مساعده ماهانه دولت انگلیس خودش را سرپا نگاه می داشت، به همین جهت هم هیچ چاره‌ای جز اطاعت از دستورها و فرامین سفرای روس انگلیس برایش نبود. ضعف حاکمیت چنان بود که میرفت تا شیرازه کشور از هم بپاشد. سعید نفیسی در کتاب تاریخ معاصر ایران نوشته مرکزیت مملکت در هم شکسته و قدرت رهبری و اداره کشور از دست زمامداران بیرون رفته و تنخواهان خطر اضمحلال را آشکارا می دیدن. در این اوضاع احوال احمد شاه جوان 20 ساله‌ای که اصلا گوشش آشنای به این گرفتاری ها نیست، همه اش در فکر آن بود که چگونه وسائل سفر خود را فراهم کند تا هرچه زودتر از ایران خارج گردد و در پاریس ثروت بادآورده خیش را به کار بیندازد. به موجب صورت جلسات مجلس شورای ملی در اسفند ماه 1122، یعنی دوره 14 مجلس که سید ضیاءالدین طباطبایی نماینده مجلس بود، ضمن سخنرانی مفصلی تعریف میکرد
زمانی که دولت انگلیس به پادشاه ایران اطلاع داد که به زودی نیروهای خود را از ایران بیرون خواهد برد، احمدشاه سخت به وحشت افتاد، زیرا او که خود را تحت سرپرستی و حمایت انگلیس ها می دانست، فکر می کرد که بلا فاصله پس از خارج شدن سپاهیان انگلیس او تنها خواهد ماند و بلشویک ها که در استانهای شمالی موضع گرفتند به تهران می آیند و حکومت را به دست می گیرند. بدین دلیل بارها کوشش کرد یا انگلیس ها را قانع کند که ارتش خودشان را در ایران نگاه دارند، یا آنکه به او اجازه بدهند که از ایران خارج بشود. در این حال هم تصور می کرد برای آنکه در دسترس بلشویک ها نباشد، موقتاً پایتخت ایران را به اصفهان منتقل کند تا اینکه امنیت نسبی برای خودش به وجود بیاورد، که عاقبت هم توانست مقامات را راضی کند و از ایران بیرون برود و در پاریس رحل اقامت بیفکند. حالا گوش کنید به حقایق مسلم ایران بر باد ده. تا زمانی که اسناد محرمانه وزارت خارجه انگلستان منتشر نشده بود، بزرگان خاندان قاجار و بعضی از نویسندگان بی اطلاع این افسانه را منتشر می کردند که احمدشاه قاجار چون زیر بار فشار انگلستان نمی رفت و نمیخواست قرارداد 1919 یعنی واگذاری ارتش و همچنین خزانه‌داری ایران را به دست انگلستان تصدیق و تأیید نماید، به این سبب انگلستان و روسیه که شریک انگلیس ها بودند وسائل تغییر سلطنت را در ایران فراهم آوردند. ولی هنگامی که این اسناد محرمانه منتشر شد، مسلم گردید که پادشاه 20 ساله قاجار اصلا خود مسبب تنظیم قرارداد بوده، یعنی موافقت کرده که اگر انگلستان سلطنت خاندان او را تضمین نماید و مادام العمر هم ماهانه به او 15,000 تومان حقوق بدهد، او موافقت خودش را اعلام میکند. به همین سبب اینک سخنرانی جناب پادشاه را در شب دوم نوامبر 1919 در مجلس میهمانی وزیر خارجه انگلستان لورد کورزون، یعنی باعث و بانی و تهیه کننده قرارداد مورد نظر، برایتون عیناً نقل میکنم تا ملاحظه فرمایید که چگونه ایرانی ها را گمراه کرده بودند. شاه ایران در پاسخ نطق کوتاه وزیر خارجه انگلستان اعلام میکند: جناب آقای وزیر امور خارجه، از بیانات دوستانه عالی جناب که هم اکنون ایراد فرمودید سپاسگزارم و خود را سعادتمند می دانم از این که امشب می توانم شخص عالی جناب را از احساسات خالص و حسنه خود مطمئن سازم و مراتب ستایش و تحسین خود را نسبت به موهبت ذاتی و قریحه سیاسی عالی جناب که به حقیقت در تمام اقطار جهان شناخته شده است ابراز می دارم، زیرا در وجود شخص عالی جناب مردی را می بینم که دوست صمیمی کشور من است. در بخش عمده ای از ایران سفر کرده، توانسته است با مردم ایران از نزدیک آشنا بشود، مسائل آنها را درک کند و اطلاعاتی دربارشون به دست بیاورد که در غیر این صورت هرگز نمی توانست به یک چنین شناسایی و ارتباط نزدیک انسانی با مردم ایران نائل بشود. آقای وزیر امور خارجه، سعادتمندم از این که می توانم با استفاده از این فرصت به شخص عالی جناب بگویم تا چه حد از بسته شدن قراردادی که در همین اواخر میان کشور من و بریتانیای کبیر امضا شده و هدفش تقویت پیوندهای سنتی میان دو کشور است، احساس مسرت و خوشحالی می نمایم. جناب آقای وزیر امور خارجه، اجازه فرمایید جام خود را به سلامتی عالی جناب و همسر گرامیتان بانو کورزون بلند کنم و بنوشم. کف زدن هزار. فرزندان گرامی وطنم، یادتان باشد آخوندیسم هم به همان راهی رفته و می روند که پادشاه قاجار رفته بود
و کشور غنی و ثروتمند ایران را دو دستی تسلیم انگلستان کرد و مردم را دچار فقر و تنگ دستی و فحشا و اعتیاد نمود. فرخ یزدی درباره آزاد مردانی که در مقابل این عفریت خونبار ایستادند و سر باختند گفته است: هرگز دل ما ز خصم در بیم نشد، در بیم ز صاحبان دیهیم نشد. ای جان به فدای آن که پیش دشمن تسلیم نمود جان و تسلیم نشد. روز و روزگار به شما خوش تا برنامه بعد.